سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه در بیانیه‌ای خواستار تصویب قوانین مؤثرتر با هدف حفظ حقوق مشروع آزادی رسانه و حمایت از کارکنان این حوزه شد در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به خبرگزاری شیوز رسیده آمده است جامعه بین الملل در تاریخ 3 5 2018 روز جهانی آزادی رسانه را گرامی خواهد داشت مناسبتی که بنابر اعلامیه ویندهوک و از سوی سازمان یونسکو تعیین و نامگذاری شده و به موضوعات حمایت تأمین امنیت جانی و آزادی از رسانه در راستای نشر واقعیت ها اشاره دارد این بیانیه افزود علا رقم گرامی داشته این روز از سوی سازمان ملل متحد همچنان آن هستیم که در برخی کشورها قشر رسانه اعم از روزنامه و خبرنگاران با انواع حد که حرمت ممانعت از ادامه فعالیت ممانعت از دریافت اطلاعات و محدودیت در فعالیتهای خود روبرو هستند حرمت حرمتهایی که بعضا قتل معلولیت بازداشت تجاوز بدنی و روحی و نیز تهدیدات گوناگون را برای آنان در پی دارد سازمان جهانی مسلمان آزاده در ادامه بیانیه خود افزود که منطقه و حکومت‌های خاورمیانه مثالی بارز در حدک حرمت اصحاب رسانه است خصوصا در کشورهایی که با بحرانهای سیاسی و غیره دست و پنجه نرم کنند، اصحاب رسانه گاهی از سوی گروه های و گاهی از سوی معموران حکومتی مورد حد که حرمتهای مختلف قرار می گیرند که منجر به کنارگیری بسیاری از کارکنان رسانه و حتی از دست دادن جانشان می شود. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود ضمن اشاره به مشکلات گوناگون این قشر از جامعه خواستار تصویب قوانینی نافستر و فعالتر در راستای حمایت از خبرنگاران روزنامه و اصحاب رسانه شد و از مسئولان مربوط خواست مقدمات آزادی فعالان رسانی که با پرونده های گوناگون در زندان هستند را فراهم کنند